سلام و عرض ادب و احترام، حالتون چطوره دوستان؟ من اومدم و با یه داستان ماورایی دیگه در خدمتتونم. داستان امشبمون رو سهیلا از چالوس برامون ارسال کرده. سهیلا از اتفاقات ترسناکی که برای خودش و چند تا از دوستاش موقع چالش ترس براشون رخ داده تعریف میکنه. پس اگر از داستانهای ماورایی لذت میبرید تا پایان این ویدیو منو همراهی کنید. ممنونم. سلام، من سهیلا 22 ساله از چالوسم. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم کاملا واقعیه و برای خودم و چند تا از دوستام موقع چالش ترس رخ داده. داستانو از اینجا شروع میکنم که یه روز سرد زمستونی که هیچ چیز برای تفریح وجود نداشت، به پیشنهاد من قرار شد چند تایی بریم تو زیر زمین خونه ما و اونجا یه چالش انجام بدیم. و قرار شد هر کی از این چالش موفق بیرون اومد جلوی بقیه لبای دوست دخترش رو ببوسه. اینم بگم، من بودم و دوست پسرم به علاوه یکی از دوستای من با دوست پسرش. خلاصه که رفتیم داخل زیرزمین خونه باغ ما که اتفاقا هم هیچ کی اون شب اونجا نبود، چون پدر و مادر و برادرم به اتفاق رفته بودن کرج عروسی یکی از اقوام و چون من اهل این مراسم ها نیستم مونده بودم خونه. به هر حال ما شروع کردیم به اون بازی ویدئویی و قرار بر این شد هر کاری که تو اون ویدئو اون شرکت کننده ها انجام میدن رو ما هم انجام بدیم، اما غافل از این که ممکنه همه چی واقعی بشه. خلاصه وسط های بازی بودیم که یک دفعه از طبقه بالای زیرزمین صدای باز شدن در و قدم زدن کسی رو شنیدیم. یه دفعه همه جا سکوت شد. آخه کسی قرار نبود خونه ما بیاد، اونم کسی که کلید داشته باشه. چند ثانیه‌ای تو سکوت گذشت تا اینکه با صدای بابام که فریاد می‌زد سهیلا کجایی سکوت شکست. من شدیداً دست و پاهامو گم کرده بودم. آخه اگه بابام دوستامو که پسر بودن رو می‌دید قیامت به پا می‌کرد و منو جلوی اونا به معنای واقعی تکه تکه می‌کرد. نمی‌دونستم چیکار کنم. برای همین اولین فکری که به نظرم رسید و عملی کردم. رو به دوستام کردم و گفتم همه تون توی توالت زیرزمین قایم بشید و هر وقت گفتم یواشکی از زیرزمین بیرون بیاید و برید بیرون خونه باغ. اونا هم که چاره ای نداشتن قبول کردن و منم سری خودم رسوندم طبقه بالا پیش بابام. اما بابام که بالا نبود. من همه جای خونه رو گشتم، اما هیچ ردی از ورود یا خروج کسی تو خونه پیدا نکردم. برای همین گوشیمو برداشتم و به بابام زنگ زدم. بابام گوشیشو جواب داد و بعد احوال پرسی چیزی گفت که موهای تنم در آن واحد سیخ شد. پدرم گفت ما هنوز کرجیم و حالا هم عروسی طول میکشه و ممکنه شب خیلی دیر برسیم. به هر حال نذاشتم از ترسم پدرم چیزی بفهمه. برگشتم پایین توی زیرزمین پیش دوستام که بگم بابام بالا نیست، که خیالشون راحت بشه. همین که ازشون بپرسم واقعا اونا هم صدای بابام رو از طبقه بالا شنیده بودن یا نه، یا فقط من توهم زده بودم. خلاصه رفتم به سمت زیرزمین و مستقیم جلوی در توالت. در توالت رو باز کردم تا بگم خیالتون راحت باشه، اما خیلی عجیب بود. نه خبری از دوست پسرم و نه خبری از دوستم و دوست پسرش بود. اولش وقتی این منظره رو دیدم جا خوردم، ولی بعدش پیش خودم گفتم حتما از ترسشون فرار کردن و رفتم بیرون خونه باغ. برگشتم بالا و در و پنجره هایی که باز کرده بودیم و بستم و رفتم خونه خودمون. تو راه خونه چندین بار به دوستام زنگ زدم، ولی هیچ کدومشون جواب نمیدادن. عجیب بود. آخه چرا جواب نمیدن؟
به هر حال رسیدم خونه و رفتم سر تکالیف دانشگاه، اما چیزی نگذشت که با صدای گوشی همراه هم نظرم جلب شد. بلند شدم و رفتم گوشیمو از تو جیبم برداشتم. وقتی به گوشیم نگاه کردم دیدم سعیده که داره به هم زنگ میزنه. سعید همون دوست پسرم بود. خلاصه جوابشو ندادم به خاطر اینکه متوجه بشه وقتی بهش زنگ میزنم باید همون لحظه جواب منو بده. به قول بابام باید گربه رو دم حجله میکشتم. یک ساعتی گذشت و من همچنان مشغول درس خوندن بودم که دوباره گوشیم زنگ خورد. گوشی رو برداشتم و دیدم با سعیده. جواب دادم و با لحنی عصبی گفتم بگو چی کار داری؟ از پشت خط جوابی نیومد. دوباره گفتم سعید بگو چی کار داری؟ درس دارم، وقتمو علکی نگیر. اما بازم جواب نیومد. بیشتر که دقت کردم متوجه صدای خیلی ضعیفی شدم که میگفت سهیلا کمکم کن. بعد شنیدن این صدا اولش جا خوردم و نگران شدم، اما یک دفعه یاد چالش زیرزمین افتادم که قسمتی از چالش دقیقا همینطور بود. گفتم سعید چالشو بیخیال، چالش تموم شد، من الان خونم و تا چند ساعت دیگه هم پدر و مادرم بر میگردن. این چالش مسخره رو بیخیال، درست حرف زن ببینم چی میگی. اما بازم همون جمله تکرار شد، اما این دفعه صدا تغییر کرده بود طوری که وقتی شنیدمش تمام اندامم یخ زد. اون پشت تلفن گفت سهیلا کمکم کن. اون صدای سعید نبود. پس این صدای کیه؟ بلافاصله گوشیمو قطع کردم و زنگ زدم به زیبا دوستم که تو چالش ما بود، اما تلفن اونم همون صدا جواب داد و بازم همون جمله رو تکرار کرد. من دیگه داشتم خول می شدم. یعنی چی؟ داستان چیه؟ نکنه اینا منو مسخره کردن و دارن دوره هم به من می خندن. گوشیو قطع کردم و تلفنم هم خاموش کردم برای اینکه توی این مسخره بازی شریک نباشم. شب فرا رسید و خانواده‌ام برگشتن خونه و فردای اون روز نصف رفتم دانشگاه، اما تو دانشگاه هم خبری از دوستام نبود. دو روزی گذشت و دیگه نگرانیم زیاد شد. آخه سابقه نداشت اینا همه با هم اونم سه روز دانشگاه نیان. ساعتای پایانی دانشگاه بود که دیدم استاد صدام کرد و گفت بیرون منتظرتن. رفتم بیرون و دیدم هر سه خانواده دوستام پشت درن. اونا خیلی آشفته و داغون بودن. ازشون پرسیدم چی شده؟ داستان چیه؟ اونا گفتن سه روزه که از بچه هاشون خبری ندارن و بعد ازم سوالهای زیادی کردن که آخرین بار کجا دیدمشون و آخرین خبرم ازشون چیه؟ من که حسابی ترسیده بودم بهشون راستشو نگفتم و به جاش گفتم من الان یه هفته ای است که ازشون خبری ندارم. الان یک ساله که از اون روز نصف و اون چالش عجیب میگذره، اما هنوزم که هنوزه دوستامو پیدا نکردم. نمیدونم، شاید اون ویدئوی چالشی ترسناک که دو گوشی سعید نگاه کردیم باعث این جریانات باشه. ولی خب میترسم از گفتن حقیقت.